به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز. قشنگه نه؟ میپسندی؟ نه. قشنگه؟ بله. میخوای؟ نه. قشنگه؟ بله. میخوای؟ نه. میتونم بپرسم چی میخوای؟ حلقه. چطوری؟ سبز باشه، فقط سبز. این چطوره ها؟ عالیه. این از همه بهتره. طبق یک عادت قدیمی، تمام اعضای خانه سبز شب اول هر ماه خونه مادر بزرگ جمع میشن و مادر بزرگ از همه با آش رشته‌ای که نذر هر ماهش پذیرایی میکنه.
اونایی که آش رشته مادر بزرگو خوردن معتقدن که آش رشته ایشون یکی از بهترین آش رشته هایی که تو عمر خودشون خوردن. امشب تازه ترین عضو خانواده سباهی هم حضور داره و همه امیدوارن که لیلی هم از دستپخت مادر بزرگ لذت برده باشه. من یعنی ما معتقدیم که روح سبزی در آش رشته مادر بزرگ وجود داره که همیشه عامل انکار ناپذیری بوده در تحکیم خانواده ما. اگر اعتقاد داشته باشیم که گاه باورهای خیلی کوچک و مشترک به دلها گرمی محبت میده. من میخوام اول از همه به عروس خوبمون خوش آمد بگم. خوب بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. بعد بپرسن آیا لیلی ما از آش رشته ما خوششون اومده یا نه؟ دخترم در جواب دادن اصلا عجله نکن. این سوال معنی خاصی داره؟ تو چه فکری میکنی؟ من فکر میکنم داره. خب به نظر شما چه چیزی یه چیزو خوشمزه میکنه؟ خیلی چیزا. اون خیلی چیز میتونه همیشه در یک چیز باشه ولی اون چیزو به نظر ما خوشمزه نکنه. خب پس باید چیز دیگه ای باشه به جز اون چیزایی که قاعده است. چقدر قشنگ. به نظر من میتونه خاطره باشه، اون چیزی که باعث میشه یه چیزی زیبا، خوشمزه، شیرین، جذاب یا حتی باشکوه بشه خاطره ایه که در اون چیزه. دستپخت مادر بزرگ حتما خوشمزه است ولی اون چیزی که خوشمزه ترش میکنه خاطره ایه که درونه، خاطره ای که به وجود آورده یا میتونه به وجود بیاره. آش مادر بزرگ خاطره همه شما هاست، خاطره کسایی که اینجا هستن یا نیستن، که امیدوارم یه روز خاطره منم در اون باشه. چقدر با اجازه مادر جون و آقا جون خواهش میکنم و همطور با اجازه آقای رضوی خواهش میکنم. لیلی جان اون دست دارم ایشالله که خوشبخت بشی. خیلی مبارک. مبارک با اجازه خانم سباهی، جناب آقای سباهی، با اجازه پدر مادر بزرگوار فرید، پسرم دستو بیار جلو. خیلی مبارکه. اون دست مبارکه. گوش کنی، داره بارون میاد. عجیب نیست؟ عجیب نیست مادر بزرگ؟ هر ماه که ما خونه شما جمع میشیم تا آش رشته بخوریم بارون میاد. عجیب نیست؟ چیش عجیبه پسرم؟ اینکه داره بارون میاد. من بیشتر از 40 ساله که با آش رشته های بارونزای مادر بزرگ زندگی کرد. با این همه شگفت‌آوره. من دلم میخواد بارون رو نگاه کنم. دلم میخواد بارون رو از پشت پنجره آشپزخونه مادر بزرگ نگاه کنم. خواهش می‌کنم شما بیاین. بیاین. بارون میاد جر پشت خونه هاجر. هاجر سروری داره، جشن عروسی داره. ای بارون جر تا صبح ببا جر پشت خونه هاجر. هاجر عروسی داره، هاجر عروسی داره. حیف از این نیست که تو هم باشی. چرا حیفه؟ عروسی نوه‌مونه. بخند. بیا
این که از هزارت گریم بدتره. داشتم فکر میکردم که کدوم ما زودتر میریم. با از این حرفا داشتیم؟ نه نداشتیم، ولی یه روزی پیش میاد. یه روزی این خونه برای ما خیلی کوچیک بود، ولی الان همیشه زیادی. خب خودت بالا رو دادی به بچه ها. تو فکر میکنی من تو قصه مال دنیا هم میگم همینم که داریم زیادیه؟ به خدا اگه نگی چته میرم به بچه ها میگم. فقط یکم به من فرصت بده باشه؟ فقط یکم خواهش میکنم، این روزا از من دلگیر نشو. باشه باشه، فقط چند روز. گرچه این چند روز من دق میکنم و میمیرم. پسرمه، داشتم دنیا رو از تو این حلقه نگاه میکردم. باورت میشه که از تو این حلقه زندگی یه جور دیگه بشه؟ نه. حدس میزدم. ببینم تو دنیا رو از تو چی نگاه میکنی پسرمه؟ چشم. خب میدونی منم یه روز مثل تو بودم، یعنی میتونستم هر چی رو که با چشم میبینم باور کنم. ولی از امروز وضع من فرق کرده. متوجه هستی ها؟ خب شما الان داره ازدواج میکنه، برای همین وضع شما فرق کرده. آخ کاملا کاملا حق با توه. ببینم تو اصلا میدونی ازدواج چیه؟ تقریبا. خوش به حالت، چون من چیز زیادی نمیدونم. میخوام من بهت بگم؟ من خواهش میکنم. آره ازدواج یعنی که زن میگیرن. آه بچکرم، به همین راحتی؟ کاملا. آو حالا میشه یه ذره دنیا رو توی اون تماشا کنم؟ آه خواهش میکنم. بله خب نظرت چیه؟ همه چی توی این حلقه است. وای نظر منم همینه، یعنی ترس منم از همینه. خب کجا داشتی میرفتی؟ ببین پسر داری اگه من زنم بگیرم بازم باید آشغال ببرم پایین. میدونی چیه پسرمه؟ تو سردوشت ما مردا چیزایی هست که هیچ وقت عوض نمیشه، هیچ وقت. فقط یکی از اونا بردن آشغال به دم دره. دوست داری بیا بغلم؟ خیلی. پس بپر. در زندگی ما مردا مسائل دیگه هم هست. همینا مشکلات ما رو درست میکنه. آفرین، پس متوجهی؟ کاملا. خوبه، خوش به حالت. ولی من کاملا از هیچی سر در نمیارم، مخصوصا از امشب. خب بریم. خب با هم بریم پایین یه آشغال مردانه بذاریم دم در. بریم. سهرات رو میشناسی؟ تحقیقا. افلاطون چی؟ کاملا. آفرین. افلاطون چی به ما میگی؟ اینه. چطوره خورمه؟ کجا رفتی؟ حالا همه بگیم به نظر میرسه سوالی داری. نه چایی که میل داری؟ خیلی. پس برای خودتون بریزید.
شوخی همیشه گی پدر چقدر با پانمکیم. خیالت راحته؟ خیلی مطمئن. گرفتاری نداری؟ نه هیچ؟ خوب دیگه نیست پدر. طبیعیه. در چه مورد؟ فراموشش کن. باشه فراموش میکنم. نمیتونم. بهم بگین چی شده رضا. در مورد خونه که ساختی یکم نگرانم رضا. البته میتونه نگرانی من کاملا بی مورد باشه. لیلی باید خوشش بیاد. همطور که خونه که واسه تو ساختم تو خوشت اومد. خونه ما خونه پدر بزرگ بود. چه فرقی میکنه رضا؟ چه فرقی میکرد؟ فرقی هم میکنه ها عاطفه؟ رضا پسر تو نگرانی؟ نه چه حرفا. خونه ای که من برای لیلی بسازم حتما خوشش میاد. آره حتما خوشش میاد پسر. بله همیشه نسبت به کاری که میکنی مطمئن. دیگه نیستم. من باید تلفن بزنم. فرید باید مطمئن بشم. الو آقای رضوی سلام، من فرید هستم، میتونم با مطمئن صحبت بکنم؟ نه منظورم لیلی خانومه. بله متشکرم. الو سلام. بله حالتون خوبه؟ من میشه لطف کنید نقد نگید چی؟ متشکرم. بله میخواستم بگم که بله میدونم بعد از که گه، ولی خب من باید بگم که ما باید با هم صحبت کنیم. خب هر چی زودتر بهتر. بله ساعت 6 خوبه؟ نه صبح. بله من فکر میکردم یه مقدار زود باشه. خب پس ساعت 4 چطوره؟ نه بعد از ظهر. بله بله گوشی بهتون سلام میرسونن. سلام برسونین. متشکرم. بهتون سلام میرسونن. بله بله گوشی. آقای رضوی هم بهتون سلام میرسونن. سلام برسونن. بله. مادر شدن هم سلام میرسونن. بله گوشی ما دیگه اینجا کسی رو نداریم بهتون سلام برسونه. شما هم اینطور. چه تفاهمی. چه جالب. خب پس خدافظ. من میرم تا هیت گلار نگاه کنم. این وقت شب؟ پس شاید رفتم ستاره رو شمردم. بله آره قربون دستت مال منم یخ کرد. آخه تو مگه آزار داری وقت شب بچه رو نگرانش میکنی؟ نگرانه چی؟ خب اون باید با این حرف بزنه، این باید با اون حرف بزنه، پس برده کنونشونه. من فقط کاری کردم این دوتا با هم حرف بزنه. اشتباه نشه. آخه اینطوری؟ البته خب اقرار میکنم یک کمی زیاد روی شد، ولی مسئله ای نیست. من فکر میکنم موردی شده باشه. اصلا من دیگه با شما حرفی ندارم. یعنی چی حرفی ندارید؟ یعنی ندارم. یعنی دیگه با من حرف نمیزنی؟ ممکنه. یعنی ممکنه چی؟ ممکنه که با من حرف نزنی؟ ممکنه باهات حرف بزنم. خب اشکال نداره دعوا کن. تو چی؟ تو من چی؟ بالاخره چی شد تصمیم شما؟ با من شما حرف میزنی یا نه؟ آره یا نه؟ آره. آره چی؟ حرف میزنی یا نمیزنی؟ میزنم. اینه میبینی جد بزرگوار
میبینی من چجوری قوانین شما رو مو به مو اجرا میکنم؟ آره میبینم. فرید، فرید توی؟ نه بابا منم. شما کی هستی؟ اگه بگم نمیترسی؟ نه من هیچی نمیترسم. منم این منم نمیترسم، منم از هیچی نمیترسم. من اصلا طاقت دیدن آدمایی که پسر از این شوخی ها نکن. ننچه این اصلا اسم شجاعت نیست، این اصلا اسم شجاعت نیست. چه معنی داره کسی با کسی حرف نزنه؟ ها؟ چه معنی داره؟ مثلا اینم کجایی تو؟ کجایی؟ سلام ده ها. دیگه هیچ وقت با من از اینا اصلا نمیشه با من که. چرا مثلا؟ وقتی تو تابلو بودی دیدین؟ بله. مسخره هستم؟ ببخشید ما اینجا کولر نداریم. نه خیر، ما اینجا کولر نداریم. درست مثل میمونه که آدم وسط جنگل درخت نداشته باشه. مسخره است نه؟ این چیه؟ اون خار تنهاییمونه. مال وقتی که ما با هم قهریم، مال وقتی که ما حوصله همدیگر رو نداریم، یا چه میدونم از یه جایی دلمون گرفته و دلمون میخواد تنها باشیم. هیچ خونه خار تنهایی نداره ولی ما داریم. مسخره است نه؟ من همیشه فکر میکردم اولین خونم باید یه جور دیگه باشه. عوضش من فکر میکردم همیشه باید همین شکلی باشه. مسخره است نه؟ من فکر میکردم باید اون پایین توی باغ باشه. عوضش من فکر میکردم باید اینجا بالا پشت بوم باشه. مسخره است نه؟ اون تو یه طوری بود، یه طوری که میشه گفت مسخره است نه؟ من میترسم هر حرفی که میزنم شما بگین مسخره است نه؟ خب اینجا همه چیز و همه کارش مسخره است نه؟ به نظر من اینجا هیچ چیز مسخره نیست. مثل این آسمون که صافه، مثل هوا که تمیزه، مثل این شهر که بزرگه، مثل اون مسجد که گنبد قشنگی داره و حتما صدای قشنگتری هم داره، مثل این اتاق که برای خودتون ساختین. راستی این روزا کی با دست خودش واسه خودش خونه میسازه ها؟ مثل این اسمش چی بود؟ غار تنهایی. که سبزه. اگه اینجا همه چیز و همه کس مسخره باشه، پس حتما منم مسخرم دیگه نه؟ نه خیر، شما مسخره نیستی. خب شما هم نیستی. ولی من هستم. همه میدونن من یه پسر خورچه‌ر مسخرم که یه حرف درست حسابی از دهنش بیرون نمیاد. بله، تا میام یه حرفی بزنم 100 دفعه دستم بالا پای میره و ورجه ورجه میکنم که چی مسخره بازی با نمک بازی در بیارم. بله ولی واسه چی؟ اون پایین همه عاقلن، همه یه جور دیگر. برین زنی یکی دیگه بشین که فردا بهتون نخندن. من آدم به درد بخوری نیستم. بله ببین چجور میخندم. نه این احمقا آدم گریهش میگیره. تازه اگه گریه کنم که از خنده روده بار میشین. شما هنوز سنی ندارین. خوب و بد رو نمیشناسین. خیلی ممکنه تو زندگیتون فرصتهای دیگه و بهتر از این پیش بیاد که حالا آقای سباهی. بله. من تصمیم خودم رو گرفتم. خوشحالم که بالاخره تصمیم خودتون رو گرفتین. بله بالاخره متوجه شدین. آقای سباهی. بله. من تصمیم دارم همسر شما بشم. اونم پس فردا ساعت 2 بعد از ظهر. راست میگین؟ خب چرا؟ من که این همه حرفای پرت و پرا راجع به خودم زدم که همش هم درست بود. به همین دلیل که با خودتون رو راستی. من چه حرفا؟ من حتی نمیدونم که آقای سباهی
بله. شما فکر میکنین حرف دیگه ای هم هست که باید قبل از ازدواج بزنیم؟ نه. به عقیده من شب فاصله بین دو روز که در توالی هم دیگن، فاصله بین تلاش های روزانه و زمان خلوت هاست، زمانی که میتونه برای هر کس در هر خونه و با هر رنگی که هست حسای مختلفی داشته باشه. موفقیت، شکست، امید، ناامیدی، نگرانی و ترس. ترس از فردا. فرید، من هنوز نگرانم. من هنوز مطمئن نیستم کاری که داریم میکنیم درسته یا نه. فرید، نکنه تو خوشبخت نشی. اگه تو خوشبخت نشی، من هیچ وقت رضا رو نمیبخشم، همینطور خودم. خب، ما در خانه سبز تونستیم این نگرانی ها رو به حد اقل برسونیم. میپرسید چطور؟ میگیم با همفکری و مشارکت در تصمیم گیری ها. رضا، منو ترسوندی. من تو رو ترسوندم؟ مگه غیر از منو تو این اتاق کسی دیگه هم هست؟ حالا خب، حالا حرف تو بزن. راستی ببینم رضا، من و تو در مورد ازدواج فرید به قدر کافی با هم مشورت کردیم؟ مشورت کردیم. همفکری چطور؟ همفکری کردیم. مطمئنی؟ مطمئن. خب نتیجهش چی بود؟ نتیجه این شد که به نفع فریدی که در شرایط فعلی به ازدواج. خیلی خوب، من دارم تو آشپزخونه ظرف میشورم. خواستی بخوابی چراغ خاموش کن. واقعا که این زن و موجوداتی هستن قابل تقدیر. آره، اینجوری بهتره. نکنه خدای نکرده مریض و به من نمیگه، نکنه حلق آستینش تنگه. اصلا چرا گفتم لباس عروسی تو من میدوزم؟ باز که شیر تو نخوردی خوابیدی که؟ همیشه با عجره مسواک میزنی که شیر تو نخوری. ها؟ ای، پس شما فهمیدین؟ بعده؟ همیشه میترسیدم که روز شما بفهمی. چقدر خوبه؟ چی خوبه؟ این که انسان بر ترساش قلمه بده بکنه. پا شیر تو بخور ببینم. پا شما چیه؟ نمیخورم. وایسا ببینم. وای نمیستم. پدر چیه؟ مادر چیه؟ از کجا فهمیدی مادر تو آشپزخونه؟ خواب دیدم، خواب دیدم شما تو اتاق اترین مادرم تو آشپزخونه هست. وای وحشتناک بود. من باید با یکی حرف بزنم، باید با تون حرف بزنم. پسر بیا حرفتو مثل یه مرد به یه مرد بزن. بشین بگو. من میدونم تو چه حالی داری. بگو. یعنی من نمیدونم؟ خب دیگه، یعنی من هیچی نمیدونم. چرا بابا میدونی، ولی خب در زندگی لحظاتی هست که فقط پدر میتونه بفهمه پسر چی میگه. درکت میکنم. بگو. بریز بیرون پسر، بریز بیرون، با پدر راحت باش. ولی من همیشه راحت تر بودم که با مادر صحبت کنم. میشنوی عاطفه؟ من لازم نیست بشنوم، شما بشنوید. فقط یه پدر میتونه دردهای پسرش رو درک کنه. بیا فرید، عجله کن، بیشتر ظرف ها مونده. شرمنده. خب؟ یه وقت نگین بچه ننمو. میدونین احساس میکنم که یه تصمیم میگرفتم، یه بله گفتم، اون وقت الان نامطمئنم، احساس پشیمونی میکنم، احساس میکنم برای اتفاقی داره میفته اصلا آمادگی ندارم. منم وقتی به پدرت بله گفتم همین حالو داشتم. نگفته بودی عاطفه خانم؟ تو زندگی زنها حرفای زیادی برای گفتن دارن که بیشتر مواقع نمیگن.
مادر کدوم فیلم بود که قهرمانش آرتیستش اینجوری میزد این رو؟ ببینم فرید، مگه تو نمیخوای مشکلت حل بشه؟ آخ چرا، نگرانم، افسردم، میدونید ناراحتم، کلافم. برو بخواب درست میشه. باشه چشم، فقط یه لیوان شیر برای من بیاری. برو تو اتاقت وسط میارم. باشه. شب بخیر برم. ناسلامتی، ما اینجا به دیوار مشت کوبیده بودیم. آقا رضا، جای مشت تو بعدم پاک کن. در واقع ما در خانه سبز تونستیم نگرانی هامونو هر شب قبل از خواب از خودمون رها کنیم و به همین جهت همیشه راحت و آسوده میخوابیم. وای، هزار دفعه سعی کردم قبل از خواب نگرانی هامو کنار بذارم، ولی بازم امشب دارم با نگرانی میخوابم. مسخره است نه؟ اون درس از ارتفاع دیگه چیه من پیدا کردم؟ ای آهو، برو یه ذره اونورتر، میخوام بخوابم. برو بازی کن. و بالاخره همونطور که گفتم، در خانه سبز دوران مشکلات، نگرانی ها و ترس ها خیلی کوتاهه و همیشه به زودی دوران شادی از راه میرسه و نسیم فرح بخششو در سراسر خونه مترنم. شما ناراحت نباش، ناراحت نباش، من الان خودم میرم گیرش میارم، میرم ناراحت نباش. بودو بیارش، من اینجا میمونم تا تو بیارش. شما نمیخواد بیار. بودو من آزار میپام. من کی گفتم میخوام همراهش برم؟ من گفتم بجام بنویس که فرید سواهی با یک سال تاخیر جا زده آبرومون رفت. وای خدا، آبرومون رفت. فرید جان، جان دایی پسرده کجا؟ آخه همه منتظرن فرید جان. بی بیرون پسر، چته؟ مشکلات دارم. اینه من. پس شما نمیخواین داماد بشین؟ نه. اینه من. پس یعنی همینطوری میخوای رو پای خودت وانسی؟ پس همینجوری میخوای مرد نشی، از سباهی ها نشی؟ نصفش آره نصفش نه. خب از لیلی خوشت نمیاد؟ چرا میاد، اگه قراره با کسی ازدواج کنم فقط با لیلی ازدواج میکنم. خب دیگه چه مرگته؟ هیچ میدونی اگه باش ازدواج نکنی بعدها ممکنه بره زن یکی دیگه ای بشه؟ نه. هیچ میدونی گاهی پیش اومده که در طول تاریخ مردها همینطوری به همین سادگی زن مورد علاقهشون رو دست دادن؟ نه. هیچ میدونی هیچ زنی نمیتونه جای اون کسی رو که اول آدم دوستش داشته بگیره؟ نه نه. پادگیره پسر، دیگه پادگیره، دیگه پادگیره، میفهمی چی بهت میگم؟ دیگه چه بگیریش چه نگیریش همیشه تو ذهنته، تو فکرته، تو خاطرته. نه نگید پدر نگید. اتفاقا بهش میگم. چی میخوای بگی؟ ضربه آخر میدونی چیه؟ حالا نشونت میدم. چی میخوای بگی؟ حالا بهش میگم، بهش میگم مرد ترسیده. نه.
جا زده. نه نمیتونه مسئولیت قبول کنه. نمیتونه. نمیخواد مسئولیت قبول کنه. نمیخواد. چیه؟ چیه؟ من میخوام داماد بشم. من در خدمت شما. برای چه دادایی؟ قابل شما رو نداشت. حالا کجا باید بریم؟ با من. با من. ولی اینو بدون، منم وقتی میخواستم داماد بشم رفتم یه گوشه قایم شدم. نگفته بودین؟ به آخه ما مردم بعضی وقتا یه چیزایی داریم که بیشتر به ما نمیگیم. یک شاخ نبات، یک شاخ گل و پنج سکه بهار آزادی به یمن نام پنج تن شما رو به عقد دائم آقای فرید زباهی فرزند رضا در بیاورم. وکیلم کجا بودی؟ سرکار دوشیده خانم. مرد حرفای نگفتی زیادی دارن. بی خود وای باورم نمیشه دارم وارد زندگی میشم. پس من چی؟ البته با شما آقای فرید سباهی. بله. این دفعه آخرتونه که به تنهایی وارد زندگی میشی. چشم. متوجه شدی؟ بله. وکیلم لیلی جون، حالا که وقت دعوا نیست بالاخره میگی بله یا نه؟ بالاخره چی بگم آقای سباهی؟ اگه ممکنه در صورت امکان لطف کنید بگید بله. برای پنجمین بار میپرسم آیا وکیلم؟ عروس همه سفره گفتشینه. وکیل هم؟ بله. مبارکه انشالله به پای هم پیر برسید. وای ببین ماشین هنوز چجوری شده، این فیلم های جنگی چه قشنگ شده. چی کار کرده خدا؟ آقا چی کار کرده؟ آقا چی کار کرده؟ آقا چی کار کرده؟ خدا خوش شیرین باشین، سبز باشین، خوش باشین، سفر بکنید. خدا حافظ. من تو 21 سالگی پیر بودم. خلاصه 18 سالت که نبود. بله شما یه وکیلی عیبه. مگه خانم وکیلا غم ندارن؟ مگه قصه ندارن؟ مگه دلشون دردمند و تنها نمیشه؟ اینم تلفن سالم رسیدم. الو فری، توی سالمی؟ خوبی؟ خوشی؟ خوب الحمدلله. چطوری پسر؟ چی شده؟ احوالتون شده؟ قبل چی شده؟ خب مسئله نیست، ما منتظریم.
بله مواظب خودتون باشید. یعنی چی فردا برمیگرد؟ چی؟ تلفن کرده میگه فردا صبح ساعت 9 برمیگرد. چرا؟ چه میدونه؟ زمین شما گریهتون فراموش شد. چیزت گرفته؟ آره نه قدرت و کلافم. یادتونه گفتم که همه چیزش رو تعمیر کرده بودیم؟ بس که اشتباه کرده بودم. کرج ماشین خراب شد، یه جوری اومدیم ولی باز سر خیابون خراب شد. نمیخواین تعارفمون کنین تو؟ خیلی گرسنه ایم. بالاخره خانم خونم شدی. بالاخره نداشت، همش یه هفته هم نشد. مثلا؟ آره مثلا. میدونی باید یه عالم ظرف بشکنم، غذا بسوزونم تا یکم خانم خونت بشم. خب من که دعوات نمی کنم. کاش دعوام بکنی. زبونم لار. کاش دستان میشکست و یکم کار بلد بودم. نمیبخشم اگه یک بار دیگه کلام ناحق درباره دستات بگی. پس چی بگم؟ بگو. ببخشید الان میارمش. بگو همسر یه آسوپاس بی پول شدم که امیدواره یه روز کنکور بده و اگه قبول بشه، اگه خدمت نظام بره، اگه سر کار بره و هزار تا اگه دیگه، تازه ممکنه یه مرد خونه بشه. من هیچی نمیگم جز این که همسر یه جوون خوب شدم. وای چرای خود. اینا رو دوباره بگو. باشه باشه، هرچی تو بگی. راستی تو میخوای چی کاره بشی؟ نویسنده ی رمان‌های هزار صفحه‌ای، ولی چون نمیتونم میخوام وکیل بشم. تو چی؟ منم وکیل. وای اینه پدر مادر. تو هنوزم معتقد اینجا مسخره نیست؟ نه خیلی هم خوبه، بالاست. میدونی من همیشه فکر میکردم که پشت بوم روی خونه است، ولی الان خونمون رو پشت بومه. از این قشنگتر میشه؟ نه. اولین توافق بعد از ازدواج. تو گشنتی؟ نه. دومیش؟ و اما سومین توافق. تو میدونی اینجا چه حسنی داره؟ نه. خب منم نمیدونم. اینم سومیش. حسن اینجا در اینه که از این بالا میتونیم به همه اعلام موزه بکنیم. اه؟ چطوری؟ اینطوری. مواظب باش. مواظبم. الان اعلام موزه میکنم. من فرید صباحی و همسرم لیلی صباحی. درسته؟ لیلی صباحی؟ خب بله، فرید صباحی 18 ساله دیپلمه و همسرم لیلی صباحی 17 ساله شاگرد سوم نظری، به تمام همشهریان خوب، مهربون، دوست داشتنی اعلام میکنیم از همین جا، از بام سبز تهران، که قصد داریم از حالا
تا هر وقت که مشیت الهی حکم بکنه در کنار هم، در شادی و غم، در خوشی و ناخوشی، در داری و نداری، خوشبخت و سعادتمند با عشق به خانواده زندگی بکنیم و در حد توان در زندگی به همه همسایگان، دوستان، نزدیکان کمک بکنیم و در مشکلات غمخوارشان باشیم. باشه که خدای مهربون ما رو در زندگی و بعد از مرگ مورد لطف خودش قرار بده. آمین. سبز سبزم بوشه دارم، من درختی رو سوارم. سبز سبزم بوشه دارم، در زمستان هم بهارم. شور و عشق و شادیم دارم، از خدایم هدیه دارم. هرچه هستم هرچه باشم، سبد سبد ستاره از آسمون میباره، تو قلب پاک گلدون بهار خونه داره، بهار بیا بیا دوباره، چشام به انتظاره، بارون داره میباره.